سرخط خبرها. از مناقشه اوکراین و لغو دیدار ترامپ و پوتین تا تجارت آمریکا با چین و رابطه با عربستان، یکی از حساس‌ترین نشست‌های رهبران 20 اقتصاد بزرگ دنیا در آرژانتین برگزار می‌شود. مانور نظامی به دنبال حکومت نظامی در پی مناقشه دریایی اوکراین و روسیه. کیف ورود مردان روس 16 تا 60 ساله را ممنوع کرد. اعتراض بچه مدرسه ها، اولیا و معلمان در استرالیا به انفعال دولت در مقابله با گرمایش زمین. توقف پروژه های جدید گاز و زغال سنگ خاص اصلی آنها. و شکست سنگین ایران در گام اول انتخابی جام جهانی بسکتبال. بلندقامتان ایرانی 47 و 76 به استرالیا باختند. سلام و عصر بخیر به اولین بخش خبری زنده امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. کنفرانس سران 20 اقتصاد بزرگ دنیا در بوئنوس آیرس در آرژانتین امروز آغاز می شود. برجسته شدن دوباره اتهام‌های ارتباط مالی آقای ترامپ با روسیه در پی اعتراف دیروز وکیل سابقش در دادگاهی در نیویورک و تصمیم او به لغو دیدار با ولادیمیر پوتین در کنار حواشی حضور محمد بن سلمان شاهزاده سعودی بر این نشست سایه افکنده. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می‌دهد. دونالد ترامپ پیش از آن که به قصد شرکت در نشست سران گروه 20 در پایتخت آرژانتین سوار هواپیما شود، به خبرنگاران گفت که احتمالاً در حاشیه این اجلاس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. احتمالاً با رئیس جمهور پوتین دیدار می‌کنم. هنوز لغوش نکردیم. داشتم درباره‌اش فکر می‌کردم. می‌خوام دیدار در زمان خوبی انجام بشه. گزارش کامل مناقشه روسیه و اوکراین رو در هواپیما میشنوم و بر اون اساس تصمیم میگیرم. کمی پس از پرواز اما از درون هواپیما توییت کرد که تصمیم گرفته دیدار با آقای پوتین را لغو کند. او گفت که علت رویارویی نیروی دریایی روسیه با طرف اوکراینی و آزاد نشدن ملوانان بازداشت شده و کشتی‌های توقیف شده اوکراین است. گروهی از ناظران در آمریکا اما بالا گرفتن مجدد اتهام ارتباط مالی آقای ترامپ با مقام‌ها و ثروتمندان مسکو را دلیل اصلی لغو این دیدار می‌دانند. نگرانی مشاوران آقای ترامپ از پیامدهای سیاسی انتشار عکس خوشوبش او با پوتین درست در روزهایی که بازرس ویژه از وکیل سابق آقای ترامپ درباره ارتباط مالی ترامپ با آن کشور در دادگاهی در نیویورک اعتراف گرفته. دردسر قضایی و سیاسی دامنه‌داری که ذهن رئیس جمهوری آمریکا را در حالی که باید برای گفتگوهای مهم تجاری با رئیس جمهوری چین آماده شود مشغول خواهد کرد. این نشست همچنین تحت تأثیر حضور محمد بن سلمان شاهزاده عربستان خواهد بود که در پی قتل جمال خاشقچی و ادامه جنگ یمن در کشورهای غربی از جمله آمریکا مورد انتقاد شدید قرار گرفته. آقای پوتین برخلاف آقای ترامپ گفته با محمد بن سلمان دیدار خواهد کرد. اما این احتمال دیدار رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با شاهزاده سعودی پس از هفته‌ها تنش بر سر قتل خاشقچی است که در مرکز توجه ها خواهد بود. دبیر کل سازمان ملل هم گفته که برای رسیدن به یک آتش بس در یمن آماده است با هر صاحب نفوذی در منطقه از جمله محمد بن سلمان دیدار کند. همزمان تنش‌ها میان رهبران اروپایی با آمریکا در مورد ایران و مسائلی چون تغییرات اقلیمی و ناتو هم احتمالاً در این اجلاس مطرح خواهد شد. آنگلا مرکل رهبر مهمترین اقتصاد اروپا پس از اشکال فنی هواپیمایش مجبور به فرود اضطراری شد و به تعدادی از دیدارهای مهم روز اول نخواهد رسید.
نشستی که قرار است محلی برای همگرایی بیشتر اقتصادهای بزرگ جهان باشد، ممکن است بیش از هر زمان دیگری به فرصتی برای علنی تر شدن اختلافها تبدیل شود. بهمن کلبسی، بی بی سی، نیویورک. اجازه بدید به بوئنوس آیرس بریم، جایی که تصاویر زنده داریم از ورود رهبران 20 کشور ثروتمند به در واقع محل اجلاس. دقایقی پیش رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه وارد بوئنوس آیرس شد و از همین مسیر رد شد. همونطور که در گزارش بهمن هم شنیدید گفته شده، او دیروز گفته بود که دیدار خواهد کرد با محمد بن سلمان در حاشیه این اجلاس، شاید بیش از آن که خود اجلاس و بیانیه‌ای که در اجلاس احتمالاً بهش برسند یا نرسند هنوز اون هم مشخص نیست، مهم باشه دیدارهایی است که در حاشیه دیدار در واقع اجلاس 20 رهبر کشورهای ثروتمند دنیا شکل خواهد گرفت. اینجا بریم به نیویورک، جایی که خبرنگار اون بهمن کلباسی خبر رو دنبال میکنه. بهمن، همونطور که گفتیم هنوز اجلاس به صورت رسمی شروع نشده ولی دیدارهای جانبی آغاز شده، از اون دیدارها چه میدونیم؟ دو روز پر مشغله و پر خبری خواهد بود. همونطور که گفتی دیدارها از همین الان هم آغاز شده. قبل از اینکه این سالن محل برگزاری نشست رهبران رو میزبان باشه، یک تعدادی مسائل حاشیه‌ای دیگر هم در جریان بود، از جمله امضای رسمی توافق تجارت آمریکای شمالی که بین به رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور مکزیک و نخست وزیر کانادا امضا شد. اومدن هر سه رهبر جلوی خبرنگاران و صحبت کردن از اینکه وزراشون ماها کار کردن برای اینکه اون قراردادی که پیش از این وجود داشته رو درش تغییراتی بدن. اون تغییرات انجام شد بعد از مذاکراتی که در جریان بود در یک سال نیمه گذشته و حالا امضا کردند. اتفاقا روز آخر کار رئیس جمهور فعلی مکزیک هم هست. رئیس جمهور بعدی تا چند ساعت دیگه ادای سوگند میکنه در پایتخت مکزیک، ولی به هر حال این یکی از دستاوردهای تجاری است که آقای ترامپ مدت‌ها بود دنبالش بود که با کانادا و مکزیک تغییر بده معاهده‌ای که از قبل وجود داشت. ولی همچنین به لیست دیدارهایی که در روز قرار انجام بشه نگاه می‌کردم، از نخست وزیر ژاپن گرفته که با آقای ترامپ دیدار می‌کنه تا رئیس جمهوری فرانسه که با آقای پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت خواهد کرد. در ضمن آقای ترامپ دیروز تیمش اعلام کردن که یه سری دیدارهای رسمی که وجود داشته رو تبدیل کردن به دیدارهایی که کمتر رسمی خواهد بود، خبرنگاران حضور نخواهند داشت، کنفرانس خبری نخواهد بود، از جمله دیدارش با رئیس جمهوری ترکیه و رئیس جمهوری کره جنوبی و همچنین که میدونیم که اصلی ترینش که لغو دیدار با آقای پوتین بود. ولی به هر حال همچنان این دو روز خبرساز خواهد بود از این جهت که مسائل مهمی مثل مسئله تجارت مخصوصا با چین برای آمریکا مهمه، برای کشورهای دیگه هم مسائل مثل تغییرات اقلیمی و باز نگه داشتن تجارت جهانی و جلوگیری از این روندی که آقای ترامپ ایجاد کرده با وضع تعرفه‌های مختلف بر اقلامی که وارد آمریکا میشه. دقیقاً، ممنونم بهمن ازت. میدونم که در طول روز هم پیگیری خواهی کرد خبر رو و ما باز هم به تو باز خواهیم گشت. اگه دوباره به در واقع بوئنوس آیرس بریم، جایی که همونطور که گفتیم رهبران کشورهای مختلف دارن وارد میشن، قرار است اجلاس ساعتی دیگه به صورت رسمی آغاز بشه، دیدارهای جانبی اجلاس گروه 20 کشور ثروتمند دنیا آغاز شده. همونطور که بهمن هم اشاره کرد در صحبتهاش، اون دیدارهای جانبی است که بسیار مهم هست و در واقع تنش‌های زیادی بین این رهبران در طول چند ماه گذشته شکل گرفته که حالا میشه اینجا فرصتی است که اونها بتونن با هم بحث بکنن و صحبت کنن. اما اوکراین ورود مردان روس بین 16 تا 60 سال را ممنوع کرده. تصمیمی که رئیس جمهوری این کشور میگوید برای جلوگیری از ایجاد گروه‌های شبه نظامی طرفدار روسیه در کشورش گرفته شده. اوکراین در پی توقیف یک کشتی و بازداشت 24 ملوان از سوی روسیه از ناتو تقاضای کمک کرده است. بالا گرفتن تنش بین دو کشور باعث شده که رئیس جمهوری آمریکا برنامه ملاقاتش را با رئیس جمهوری روسیه در حاشیه کنفرانس 20 کشور ثروتمند جهان لغو کند. کساناجی گزارش می‌دهد. سراسخف کلیسای ارتدوکس اوکراین در کلیسای بزرگ کیف دیروز بعد از اعلام استقلال این کلیسا از کلیسای ارتدوکس روسیه، انشعابی تاریخی.
یکی از پیامدهای بالا گرفتن بیشتر تنش بین اوکراین و روسیه. تحول دیگری در مسیر استقلال اوکراین و نزدیکی این کشور به اروپا و به کلیسای کاتولیک در روم. و این امروز رئیس جمهوری اوکراین در جلسه کمیته امنیتی کشور، در جلسه‌ای که اعلام شد اوکراین ورود مردهای روسی بین 16 تا 60 سال را به کشور ممنوع کرده است. این از جمله تدابیری است برای جلوگیری از کوشش‌های روسیه برای ایجاد واحدهای نظامی به اصطلاح خصوصی که در واقع متشکل از سربازان فدراسیون روسیه است، برای جلوگیری از عملیات نظامی این واحدها به آن شکلی که در سال 2014 دیدیم. قبلاً اوکراین بعد از برخورد روز یکشنبه در دریای آزوف در مناطق مرزیش با روسیه که اینجا با رنگ نارنجی نشان داده شده حکومت نظامی برقرار کرده بود. روز یکشنبه کشتی‌های روسیه 3 کشتی اوکراینی را بعد از این برخورد توقیف کردند و 24 ملوان آن را دستگیر کردند. ملوانانی که همچنان در اسارت هستند. روسیه گفته است این کشتی‌ها به آب‌های این کشور تجاوز کرده بودند، چیزی که اوکراین آن را رد کرده است. اوکراین حالا مانورهای نظامی را در کنار مرز با روسیه شروع کرده برای دفاع زمینی و هوایی در مقابل تعرض احتمالی روسیه، که اوکراین میگوید روسیه نقشه اش را کشیده است. اوکراین از ناتو کمک خواسته. صدر اعظم آلمان که روابط نسبتا خوبی با روسیه دارد میگوید روسیه باید کشتی ها و ملوانان اوکراینی را هر چه زودتر آزاد کند. من این موضوع رو تو کنفرانس سران گروه 20 با رئیس جمهوری روسیه در میون میذارم. طرف اوکراینی از ما تقاضای کمک کرده و ما باید راه حل معقولی برای این مسئله از طریق مذاکره پیدا کنیم. این اختلاف راه حل نظامی نداره. روسیه میگوید این بحران با اقدام‌های تحریک‌آمیز اوکراین در دریای آزوف شروع شده و در کریمه موشک‌های S-400 مستقر کرده است، چیزی که نگرانی‌ها را از شروع برخوردهای تازه بین روسیه و اوکراین افزایش داده است. کسرانجی BBC. فامیل اسماعیلوف از بخش روسیه BBC اینجا با ماست. ممنون که وقتتو به ما دادی. این قانون منع ورود روس‌ها به اوکراین، در حالی که تعداد زیادی میدونیم که از روس‌ها زندگی میکنن در اوکراین، چه تأثیری ممکنه برای شرایط بذاره؟ Well, it will affect them in a very bad way. این تأثیر بسیار بدی روی آنها خواهد گذاشت. ما خانواده‌های زیادی رو خواهیم دید که زندگیشون به دلیل مختل خواهد شد. یعنی که خیلی از خانواده‌ها نصفشون تو اوکراین زندگی می‌کنن، نصفشون تو روسیه. شوهرها باید برن زنشون رو ببینن، زن‌ها باید برن شوهرشون رو ببینن، یا مثلا دخترها و پسرها برن والدینشون ببینن. سال گذشته بیش از 1 میلیون نفر روس به اوکراین سفر کردند. به لحاظ جنس بخوایم نگاه بکنیم، اگه شما اینو تقسیم بر دو بکنید، میبینید که نزدیک به 600 هزار نفر تحت تاثیر مستقیم این قانون قرار میگیرند و برای همین رقم واقعی بیشتر از این هست. برای اینکه ما نمیدونیم چند نفر از مردان از روسیه به اوکراین سفر میکنند. آقای پروشنکو رئیس جمهور اوکراین این سطح از تنش، این منع سفر روس ها به اوکراین رو اونطور که خودش گفت با این بهانه که اجازه نده روس ها بیان به اوکراین تا ملحق بشن به گروه های جدای طلب شرق اوکراین، این رو با این بهانه توجیه کرد. اما واقعیت این هستش که اوکراین مرزهای خودش رو در شرق اون کشور نمیتونه کنترل بکنه. اگه مثلا ما ببینیم که جدای خواهان مسلح بخوان از روسیه برن تو اوکراین، به هر حال میتونن این کارو بکنن، چه این قانون اجرا بشه چه نشه. برای همین مشکل اصلی این هستش، خیلی ها تحت تاثیر این قضیه قرار میگیرن. بنابراین عملا با وجود این قانون یا وجود نداشتنش تأثیر چندانی بر این کاری که روسیه میخواد اونجا بکنه نخواهد داشت، ولی تنش‌ها بسیار بالا گرفته در طول چند روز گذشته. به کجا خواهد رسید؟ تا کجا پیش خواهد رفت؟ در حال حاضر ما این رو میدونیم که 21 نفر از اون 24 سرباز اوکراینی توسط روسیه دستگیر شدن الان در یک زندان مسکو هستند. 3 تا از این سربازا زخمی هستند و همچنان در بیمارستان بستری هستند، ولی اونها هم به احتمال زیاد به مسکو منتقل خواهند شد و برای مسکو اونها به یک ابزار چانه زنی بدل خواهند شد، برای اینکه هر امتیازی که روس‌ها بخوان از اوکراین بگیرن، هیچ چیز بخوان در ازای با پس دادن اونها از اوکراین
اوکراین بگیرن. ولی واقعیت این است که الان تنش‌ها بسیار بالا هست و اوکراین الان داره اجازه میده که روسیه بتونه یک الان یه امتیاز تبلیغاتی در این قضیه بگیره، برای اینکه الان در داخل خود روسیه پوتین تونسته خیلی یه وجه انسان دوستانه رو برای خودش بین افکار عمومی دست و پا بکنه، برخلاف آقای پورشنکو در اوکراین که با این قوانین منع رفت آمد در ایالت‌ها و این قانونی که الان گذاشته خودش رو آدم سختگیر نشون داده. واقعیت اینه که الان اگه این تنش‌ها به حد بالایی برسه و بخواد مثلا به یک درگیری نظامی در شرق اوکراین کشیده بشه، خدا میدونه چی میشه. ولی ما در طی هفته آینده می‌خوایم ببینیم که یک مذاکراتی بین دو کشور انجام بشه و چه بسا که زندانیان هم بین دو کشور مبادله بشن. ممنون ازت فامیل اسماعیلوف از بخش روسی با ما. جنگنده‌های اسرائیلی دیشب چندین نقطه در سوریه را هدف قرار دادند. خبرگزاری دولتی سوریه میگوید پدافند هوایی این کشور به حملاتی در جنوب دمشق و منطقه‌ای در نزدیکی بلندی‌های جولان پاسخ دادند. پیشتر گزارش‌هایی از سرنگونی یک جنگنده اسرائیلی هم منتشر شده بود که اسرائیل آن را تکذیب کرد. گفته شده هدف حمله اسرائیل تأسیسات ارتباطی و لوجستیک نیروهای حزب الله لبنان در سوریه بوده است. در ایران مقام‌های استان خوزستان خبر انتقال اسماعیل بخشی نماینده بازداشت شده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به بیمارستان را تکذیب کردند. استاندار خوزستان و رئیس دادگستری شوش می‌گویند او در سلامت کامل است. دیروز فعالان کارگری گفته بودند که آقای بخشی به دلیل عوارض ناشی از شکنجه به بیمارستان فرستاده شده. اسماعیل بخشی هفته گذشته به دنبال اعتراض‌های کارگران شرکت هفت تپه در شوش بازداشت شد. در واکنش به اعتراض متخصصان و فعالان محیط زیست به ساخت شهرک توریستی در منطقه حفاظت شده تنگ تکاب، سازمان حفاظت از محیط زیست ایران از صدور مجوز برای این ساخت و سازها دفاع کرد. این سازمان در بیانیه گفته مجوز رئیس سازمان برای ویلاسازی در تنگ تکاب بر اساس ملاک‌های سختگیرانه داده شده و اعتراض مخالفان را هیاهو توصیف کرد. معترضان میگویند سازمان حفاظت از محیط زیست نباید در منطقه حفاظت شده با طبیعتی شکننده به تاجران محلی مجوز ویلاسازی میداد. سالومه زورابیشویلی رئیس جمهوری منتخب گرجستان میگوید با روسیه همکاری نخواهد کرد. او اولین رئیس جمهوری زن گرجستان است که با به دست آوردن 60% آرا در انتخابات پیروز شده، هرچند رقیبش میگوید در انتخابات تقلب شده. خانم زورابیشویلی در گفتگوی اختصاصی با بی بی سی فارسی از دلایلش برای عدم همکاری با روسیه گفت. رفتاری که الان روسیه در مناطق اشغال شده ما داره رو می‌بینیم. هر روز آدم‌های روبوده می‌شند. یه تهدید دائمی در حال نفوذ به داخل مرزهای ما و بیخ گوش تفلیس وجود داره. از طرف دیگه نحوه برخورد روسیه با اوکراین رو هم می‌بینیم. فکر نمی‌کنم که الان بتونیم وارد فضای همکاری بشیم. فکر نمی‌کنم هیچ تعادلی وجود داشته باشه. ما یک کشور اروپایی هستیم، طرفدار اروپاییم. اگه غرب، اروپا و متحدان آمریکایی ما وارد هر گونه بحثی با روسیه بشند، نیازه که ما به خاطر حق حاکمیت، اهداف و تمامیت ارضیمون کاملاً در جریان قرار بگیریم. به همون احترام گذاشته بشه و ازمون حمایت بشه و فراتر از میز مذاکره هم این اصول باید مورد احترام قرار بگیره. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. یکی از پرسر و صدا ترین نشست‌های سران 20 اقتصاد بزرگ دنیا این بار در بوئنوس آیرس آرژانتین آغاز می‌شود. اوکراین به دنبال مناقشه دریایی با روسیه مانور نظامی برگزار کرد. همزمان ورود مردان روس هم به اوکراین ممنوع شد. خیابان‌های چندین شهر بزرگ در استرالیا امروز شاهد تظاهرات اعتراضی ده‌ها هزار دانش آموز علیه سیاست‌های دولت کشورشان به دلیل کاهش ندادن گازهای گلخانه‌ای بود. این دانش آموزان دست از درس و مدرسه کشیدند تا همراه با معلمان خود از دولت استرالیا بخواهند که تغییر اقلیم و تعهدات این کشور برای مقابله با آن را جدی بگیرد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. کلاس‌های درس امروز در مدرسه‌های استرالیا خالی بود. نه چون مدرسه ها تعطیل بودند، بلکه به این دلیل که دانش آموزان و معلمان کیف و کتاب را بر زمین گذاشتند تا علیه سیاست های اقلیمی دولتشان به خیابان ها بریزند. استرالیا در بین کشورهای غربی یکی از بدترین کارنامه ها را در انتشار گازهای خطرناک گلخانه ای دارد که باعث گرمتر شدن زمین و تغییر اقلیمی می شود. اگر دولت استرالیا فکر می کرد که این دانش آموزان با خطر تغییر اقلیم ناآشنا هستند،
حالا میداند آنها را دست کم گرفته بود. خسته شدم از بس میگن تغییر اقلیم دروغه. ما هستیم که باید در دنیای آینده زندگی کنیم. پیش از تظاهرات امروز نخست وزیر استرالیا با تمسخر این حرکت گفته بود که بچه‌ها باید یاد بگیرن سرشان به درسشان باشد، وگرنه وقتی بزرگ میشوند باید در صف بیکاری بایستند. نکته‌ای که دستمایه شعارها و سخنرانی‌های امروز دانش آموزان معترض بود. نخست وزیرمون داره میگه ما باید الان سر کلاس درس باشیم. شاید، ولی ما چجوری میتونیم دست رو دست بذاریم و هیچ کاری برای حفظ آینده زمین نکنیم؟ این تظاهرات در آستانه اجلاس جهانی تغییر اقلیم برگزار میشود و استرالیایی که از کشورهایی است که به گفته سازمان ملل از عمل به تعهداتش در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و کاهش گازهای گلخانه عقب مانده. منبع اصلی گازهای گلخانه در استرالیا زغال سنگ است که سهم بزرگی در تولید برق دارد. اما صنعت زغال سنگ برای استرالیا و جهان بی‌هزینه نیست. با اینکه استرالیا تنها 0.3% جمعیت جهان را دارد، اما نزدیک به 2% گازهای گلخانه جهان را تولید می‌کند که بعد از شیخ نشین‌های حاشیه خلیج فارس یکی از آلاینده‌ترین کشورهای دنیا از لحاظ تولید سرانه گازهای گلخانه است. چیزی حدود 18 تن کربن برای هر نفر در سال که حتی از آمریکا هم بیشتر است. این یعنی استرالیا سهم بزرگی در تولید گازهای گلخانه دنیا ندارد، اما نسبت به جمعیتش بیشترین آلودگی را در جو زمین ایجاد می‌کند. این اعداد و ارقام برای دانش آموزان معترض استرالیایی ناآشنا نیست، مخصوصا رقم 2 درجه افزایش متوسط حرارت زمین که آستانه خطرناک توصیف شده. اگر ما اجازه بدیم گرمای زمین از 2 درجه بالاتر بره، یعنی همه یخهای قطبیمون آب میشن و سنگواره های مرجانیمون از بین میرن و زندگی من از زندگی والدینم سخت‌تر میشه و اونم فقط به یک دلیل، تغییر اقلیم. دولت دستراستی استرالیا برخلاف دولت قبلی حساسیتی به تغییر اقلیم ندارد، اما استرالیا بیشترین آسیب‌ها را از گرمتر شدن زمین دیده، از خشکسالی‌های طولانی امسال گرفته تا آتش‌سوزی‌های گسترده که همین الان جنگل‌های این کشور را دستخوش حریق‌های بزرگ کرده تا نابودی دیوارهای مرجانی آب‌های استرالیا که منبع بزرگی از درآمدهای توریستی برای این کشور است. دولت استرالیا تأکید دارد که می‌کوشد از گازهای گلخانه‌ایش بکاهد، ولی بر روی پلاکاردی که این دانش آموز احتمالاً تنبل کلاس در دست گرفته، خطاب به نخست وزیر استرالیا چنین نوشته شده: پشت گوش اندازی کار منه، نه کار تو. سیاوش اردلان، بی بی سی. اما باز هم در استرالیا تیم بسکتبال مردان ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی با نتیجه 76-47 به میزبانش استرالیا باخت. ایران هنوز 3 مسابقه دیگر پیش رو دارد: بازی دوشنبه آینده مقابل فیلیپین و 2 بازی خانگی در مقابل استرالیا و ژاپن. مسابقه های جام جهانی بسکتبال سال آینده در چین برگزار می شود. رضا طاهری خبرنگار ورزشی و کارشناس بسکتبال از پادربورن آلمان با ماست. آقای طاهری، کمی راجع به این مسابقه به اون بگیم. آقای افشار، متاسفانه تیم بسکتبال ما با کاستی های فراوانی به ملبورن استرالیا اعزام شد. تیم ما با توجه به مشکلات اقتصادی که کشور ایران الان باش درگیر هست، بدون ماساژور، بدون مسئول تدارکات، بدون مربی، حتی یکی از کمک مربی‌ها به این مسابقات رفت و به هر حال بعد مسافت باعث شد که همه اینها مسائلی بود که دست به دست هم دادن. بازی تیم ملی بسکتبال ما سایه روشن‌های زیادی رو داشت. میتونیم به آنچه که میتونیم مثبت بهش به اصطلاح اشاره کنیم، حضور بسیار ایرانی‌های علاقمند بود که یه حدود 750 ایرانی در ملبورن بازی رو نزدیک تماشا کردن. تیم ایران رو از دقیقه 1-40 تشویق کردن، اما به هر حال تاریکی‌هایی هم داشت. شکست سنگینی ما داشتیم. تیم ما متاسفانه یک دست نبود. تیم ما اشتباهات فراوانی داشت. در حقیقت استرالیایی‌ها از اشتباهات ما سود فراوان بردن و اگر به آمار بازی نگاه بکنیم، 65% شوت‌های 3 امتیازی استرالیایی‌ها در سبد نشست که در مقابل ایرانی‌ها فقط 10% موفقیت داشتن. به هر حال اگر یک جنبندی بکنیم این بازی رو، آنچه که شکست تیم ما رو تخت‌تر می‌کنه و کام ما ایرانی‌ها رو تخت‌تر از همیشه، آن
اختلافات درونی است که در تیم ملی بسکتبال ایران وجود داره، عدم حضور صمد نیکخواه بهرامی، حامد حدادی و ارسلان کاظمی نشان دهنده این هست که در داخل تیم ما یک اختلافات درونی وجود داره و همین هم آسیب میزنه به تیم. ولی در بازی‌های پیش رو فکر می‌کنید چه شرایطی تیم بسکتبال ایران خواهد داشت؟ آیا میتونه برگرده و دوباره خودش رو در گروه بالا بکشه؟ ببینید، با توجه به جدول جدیدی که فیبا تنظیم کرده، 6 پنجره واقع شده که تیم‌ها بتونن راه پیدا کنن به بازی‌های جام جهانی. این پنجره پنجم هست که از دیروز آغاز شده و تیم ملی بسکتبال ما در دوشنبه آینده بازی در مانیل، یک بازی بسیار حساس در مقابل فیلیپین برگزار کنه. فیلیپینی که ایران موفق شده در تهران شکست بده. فیلیپین امروز با کمال خوشبختی برای ما در مقابل قزاقستان در خانه 92 و 88 دقایق پیش بازی رو واگذار کرد و یک پوان مثبت است. ایران همچنان در جدول این مسابقات دوم هست بعد از استرالیا که امروز راهیابیش رو حتمی کرد، ولی به هر حال در مسابقه و در ورزش همه چی رقم میخوره. نتایج فوق العاده امروز به دست اومد. آمریکا امروز به آرژانتین باخت، پورتوریکو به اوروگوئه باخت و ثانیه‌های پیش من الان دارم میبینم صربستان، یکی از مدعیان بسکتبال، به اسرائیل باخت. این امکان وجود داره که بچه‌ها، شیرمردای بچه‌های ایرانی هم بتونن در مانیل فیلیپین رو شکست بدن، ولی همچنان همه امیدها برای ما آقای افشار و بینندگان بی بی سی فارسی وجود داره. ممنون از شما، به امید پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران در بازی‌های بعدی. اما یونسکو، سازمان فرهنگی و علمی سازمان ملل، موسیقی رگه را به فهرست میراث جهانی خود اضافه کرده. بسیاری این موسیقی را با باب مارلی خواننده و ترانه‌سرای سرشناس جامائیکایی می‌شناسند. این سبک موسیقی در دهه 1960 در جامائیکا پایه‌گذاری شد. یونسکو در بیانیه خود موسیقی رگه را کمکی به گفتمان جهانی در باب مسائلی چون بی‌عدالتی، مقاومت، عشق و انسانیت توصیف کرده. این بوتن خبری رو با تصاویری از رقص و شادی هیئت نمایندگی جامائیکا در یونسکو با آهنگ وان لاو باب مارلی به پایان می‌بریم.